تو این آموزش میخوام بهتون آبسره، موج دریا رو یاد بدم، یعنی با استفاده از روش آبسره بتونیم موج دریا بکشیم. برای کشیدن موج من از رنگ آبی آسمانی یعنی لایت بلو، آکوا گرین یعنی سبز آکوا، آبی اولترامارین و رنگ سفید استفاده کردم و هر کدوم از اونا رو توی یه لیوان جداگانه با آب مخلوط کردم و با غلظت مناسب به دست آوردم. وقتی غلظتش مناسب شد، تو مرحله آخر به رنگ ها روغن سیلیکون اضافه می کنم. توی رنگ آبی 2 قطره، توی رنگ سبز هم 2 قطره روغن سیلیکون رو اضافه می کنم. یعنی تو 2 تا از رنگ ها روغن سیلیکون رو اضافه می کنم و تو 2 تا از رنگ ها روغن سیلیکون رو اضافه نمی کنم. این تکنیک حتما باید تو 2 تا از رنگ ها روغن سیلیکون اضافه نشه و فقط ساده با آب مخلوط بشه. وقتی روغن سیلیکون رو به رنگ ها اضافه می کنم، خوب مخلوط می کنم تا بین رنگ ها کامل حل بشه. من از یه بوم 10x10 برای این طرح آبسرم استفاده کردم. حتما بومتون یا حتی تخته چوبی که تهیه می کنید رو بالا بیارید و نذارید روی زمین بمونه. تو مرحله اول رنگ سفید رو کامل روی بومتون پخش کنید، به همین صورتی که توی فیلم دارید می‌بینید. با استفاده از کاردک رنگ سفید رو که با آب مخلوط کردید کامل روی بوم بپوشونید. یادتون باشه توی رنگ سفیدتون روغن سیلیکون اضافه نکنید. بعد رنگ آبی آسمانی یا لایت بلو رو یه ردیف روی بومتون بریزید و بعد از اون رنگ آبی اولترامارین رو در کنارش بریزید و بعدش رنگ آکواگرین رو کنار رنگ آبی اولترامارین بریزید. یعنی رنگ ها رو 3 ردیف روی رنگ سفیدمون می‌ریزید. به دلخواهتون میتونید رنگ آبی رو دوباره به کارتون اضافه کنید. یعنی میتونید دوباره با توجه به موجی که میخواید به وجود بیارید اون رنگی رو که دوست دارید غالب باشه رو اضافه کنید. بعد با استفاده از یه دستمال کاغذی حوله‌ای طرحمون رو میخواییم روی بوممون پیاده کنیم. با استفاده از آب پاش دستمال کاغذیتون رو مرطوب و خیس کنیم، اما جوری نباشه که دستمال کاغذیتون پاره بشه، اما رنگ سفید رو بینش اضافه کنیم. بعد به این صورتی که میبینید دستمال خیس رو روی کارتون بکشید به صورت موج دریا و بیارید بالا. اگه دیدید بعضی رنگ هاتون کامل خودشو نشون نمیده، میتونید دوباره رنگ رو به اون قسمت ها اضافه کنید و دوباره دستمال رو روی کارتون بکشید. اصلا نگران کارتون نباشید. کارتون به هیچ عنوان خراب نمیشه. الان من دوباره رنگ رو اضافه کردم و دستمال رو دوباره روی کارم کشیدم. میبینید روغن های سیلیکونی که توی 2 تا از رنگ ها ریختیم داره سلول های خیلی خوشگلی رو تو کارمون بهمون میده. بعد با استفاده از فندک اتمی یا همون تورچ به صورت سری روی کارمون میکشیم تا هم حباب ها رو بگیریم و هم بتونیم سلول ها رو بزرگتر و بهتر بکنیم. من از رنگ های اضافه‌ام برای دور مومم استفاده میکنم و اونجاهایی که دوست دارم رنگ بیشتر بشه رو اضافه میکنم. دلیل این که بهتون میگم بومتون رو حتما روی پایه قرار بدید یا روی لیوان قرار بدید اینه که وقتی که رنگ از اطراف بومتون شره میکنه به زیر کارتون میچسبه و چون کارتون رو نمیتونید تا زمان خوش شدن کامل تکون بدید، کارتون به سطح زمین یا حتی کیسه ای که اون زیر گذاشتید یا حتی سفره ای که اون زیر گذاشتید میچسبه. بعد خیلی راحت میتونید با دستتون طرح موج رو روی موجتون به وجود بیارید. من انتهای کار رو یه موج چرخشی به کار دادم.
و با انگشتم روی کار طرح موج رو ایجاد کردم. به همین راحتی با استفاده از تکنیک آبسره میتونید یه موج خیلی خوشگل رو به وجود بیارید. اینم یه تکنیک دیگه از آبسره است که با استفاده از دستمال خیس و روغن سیلیکون که فقط تو بعضی از رنگ ها میریزیم طرح قشنگی رو روی کارمون به وجود میاریم. از این تکنیک میتونید تو طرح‌های مختلف استفاده کنید و تابلوهای خاص و فوق‌العاده زیبایی رو برای خودتون به وجود بیارید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تابلوهای قشنگی رو که با استفاده از این تکنیک‌ها خلق می‌کنید و به وجود میارید برای من بفرستید. با رنگ‌هایی که زیاد میاد تو کارتون میتونید طرح‌ها و افکت‌های مختلفی رو به وجود بیارید. مثلا من از رنگ آبی اولترامارین استفاده کردم و چند تا طرح توی پایین موجم به وجود آوردم چون دیدم رنگ آبیم توی کارم کمتر خودشو نشون میده. شما هم میتونید با رنگ‌هایی که زیاد میاد طرحتون رو کامل و جذاب‌تر بکنید.